کامنت این هفته خوش اومدید. من هم سلام عرض میکنم، امیدوارم در این هفته هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. خب از کجا شروع کنیم؟ از اینجا. این چیه؟ آبکش برداشتی آوردی؟ این آبکش بعد از اون جمله، بعد از کامنت یه جمله، کامنت تصویری، من کامنت سه‌بعدی اشیا آوردم. اینم آبکش نیست، وضعیت نظام. نگاه کن صحبت‌های خودشون. نمیشه ملت ایران قبول کنه که همون پرچم ها به وسیله افراد نفوذی، به وسیله انسان های فریب خورده در داخل کشور برافراشته بشه. باید مراقبت کرد. همه موظفن در وزارت آموزش و پرورش، باید مراقبت کرد در صدا و سیما، باید مراقبت کرد در مطبوعات، باید مراقبت کرد در وزارت علوم و وزارت بهداشت که محل تربیت جووناست، باید مراقبت کرد. بفرمایید. میگه پرچم نفوذ در همه جای نظام بالا رفته، از آموزش پرورش، بهداشت، دانشگاه. حالا روش نمیشه بگه تو زیر خرخره خود عظما تو بیت، بعد تو میگی این نظامه یا آبکش. من واقعا اون شعارای نظام یک دست و اینا رو باور کنی، یا الان که دیگه این کلمه نفوذ اصلا از دهنشون نمیفته، بیا اینا هم دارن همینو میگن. آخه از محیط خانه تا مدرسه تا دانشگاه تا محل کار، عوامل محیطی شما را تحت تاثیر قرار ندن، فضای مجازی شما را تحت تاثیر قرار نداره. اگر هنر دادید در فضای مجازی ایجاد مثبت، تاثیرگذاری مثبت داشته باشید. فضای مجازی دنیاییست و برای ما بسیار خطرناکه. ما در یک شرایط فوق‌العاده حساس داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفته ایم. این خطر نفوذ خطر جدی است. خطر نفوذ این چنین هست که از درون یک ملت و یک امت رو از بین میبرد. خب حالا این نفوذی ها کیان؟ نه نگو نفوذی ها کیان، بگو نفوذی ها کیان نیستن تو نظام. الان قانون اینه همه توی رژیم نفوذی هن، مگه عکسش ثابت شه. نگاه کن رسایی عکس ظریف رو انداخته، میگه تنها جایی که میشه دندونای ظریف رو شمرد سفر آمریکاست. بعد میگه ظریف نفوذیه، میگه ظریف و دار دستش نفوذیه. حالا اون وریا، بیا اون وریا عکس رئیسی رو میندازن با کاترین شکته و نمیدونم طالب زاده، میگن نه اونا نفوذیان. ببین مهران، یه شعاری بود اوایل انقلاب بهوش رژیم میدادن، میگفتن دشمن در چه فکریه، ایران پر از بهشتی. الان شعار عوض شده، بروز شده، میگه دشمن در چه فکریه، نظام پر از نفوذیه. از این زرشکیان چه خبر؟ برگشت از نیویورک یا هنوز تو نیویورک مشغول مذاکرات و معاملات ظریفه؟ بله، برگشت با دست پر، برگشت کلی هم دستاورد داشت، یک سفر هم نبود، گفت بنزه 15 تا سفر کار کرده. و در پایان جمع‌بندی رئیس جمهور درباره این سفر. به نظر من سفر بسیار خوبی بود، ما بیش از 15 سران 15 کشور ما نشستیم، گفتگو داشتیم. 15 تا ملاقات با سران 15 کشور دنیا، کیا بودن اینا؟ از دونه درشتش شروع میکنیم، با رئیس جمهور فرانسه. نگاه کن، این خنده ها و این ژست و فیگور ها مال جلوی دوربین بود. بعدن معلوم شد که ملاقات نگو، جلسه هشدار و اخطار به زرشکیان بوده. اول براش شرط گذاشتی اگه میخوای روابطمون شروع بشه باید گروگانهای فرانسوی رو آزاد کنی و کلی شروط دیگه، طوری که وقتی خامنه‌ای فهمیده که این ملاقات اینطوریه، یعنی وقتی پشت پرده این 15 تا ملاقات رو دیده، گفته ما اگه نخواهیم تو دستاورد داشته باشی کیو باید ببینیم. ما فکر کردیم که پزشکیان رفته
نیویورک مهمونی، اما بعد معلوم شد این وسط مسطا خودش هم یه مهمونی داده اونجا. بله، یک مهمونی عظما پسند داده با شرکت نایاکی، ناپاکی، بسیجی ریزشی کراواتی، پاسدار بیریش مأمور به خارج کشور که علاوه بر خوردن انواع مأکولات و مشروبات و سایر الزامات سور و سات و چریدن، نفری یه دونه خودکار هم با اسم و امضای خودش داده. حالا اون خودکاره نگاه کن، این سمت چپیه اون خودکاری که پزشکیان به این وحوش داده، قیمتش از 273 دلار. سمت راستیه گرونترین دستگاه گاز سنجیه که تو معادن استفاده میشه، 50 دلار. یه دونه از اینا واسه معدن نخریده، اون حادثه و فاجعه پیش اومده، ولی از اینا دونه یه دونه یکی یه دونه به این وحوش داده. خب این میشه تعریف زرشکیان و وفاق ملیش. حالا نکته جالبش هم اینجاست که دیگه زرشکیان تو نیویورک دیگه صحبتی از نهج البلاغه و این حرفا نکرده، به کارش نمی اومده. خودکار 273 دلاری براش بیشتر کار برد. البته تو ایران هم که نهج البلاغه غلط خلوت میخوره، اونجا دیگه اصلا کلی نگذاشته کنه. حالا بریم ببینیم تو این مهمونی کذایی چی گذشته، چیا گفتن اصلا. ما با هیچ کی دعوا نداریم. مشکل بیان حل کنید. خب بسم الله، ما که اعلام کردیم اینا اول بپذیرن ما آدمی اونا باید بپذیرن. به میگه ما رو آدم حساب نمی کنن که. حالا این نماینده رژیمیه که ادعا میکنه ابرقدرت منطقه است، ادعا میکنه میخواد کاخ سفید رو حسینیه که نه یزیدیه بکنه، ادعا میکنن آدماشون که در امریکا راه پیمایی شده که آقا نظام اینجا با در ریاست جمهوری تغییر کنه بشه ولایت فقیه. حالا این مشنگ از اون اراجیف رسیده به این، بعد میگه ما رو آدم حساب نمیکنه. آخه بابا جون، رژیمی که از اون نقطه برسه به این نقطه، خب معلومه نمایندهشو شپش هم حساب نمیکنه. خب حالا که صحبت از مهمونی و این حرفا شد، یه گریزی هم بزنیم به حال و احوال پامنگلی های برون مرزی نظام ولایت که از تظاهرات هموطنامون تو نیویورک حسابی آتیش گرفتن. یه نمونهشو ببینیم. جلز و ولز که میگن دقیقا یعنی همین. رویترز که مثلا از بمباران چه میدونم مثلا زاهیه بیروت دو دقیقه و نیم فوتج میذاره، یا از گلوله بار چه میدونم موشک باران هایفا 50 ثانیه فوتج میذاره، 12 دقیقه فوتج گذاشته از تجمع مجاهدین خلق در مقابل سازمان ملل. 12 دقیقه فوتج میخواد، هیچ چیزی، این فقط فوتج میخواد. این اصلا عقده فوتج داره، براش هم یه فوتج آوردم بیا ببین. اونم نه فوتج از رسانه های استکباری مثل رویتر و اینا، از صدا سیمای ملی، از شبکه 2 تیوی ریش رژیم فوتج اختصاصی واسه اینا بود. خب حالا که تو فوتج رو کردی، منم میخوام ایمیج رو کنم. علت این که اینجوری حلوا حلواش میکنن اینو توی تلویزیون خامنه ای، همین پاچه خاریاشه برای پاسدار سلیمانی و عظما. اطمینان دارم کاربرانی که به فارسی کشته شدن یک سردار ایرانی را جشن گرفتن عمدتاً ایرانی نیستن. این الان اومده مدعی فوتج گرفتم از مجاهدین شده. اینم یه ایمیج دیگه‌اش که اومده پست اندیک مراد تو شبکه ایکس رو عکسش با عراقچی رو ریپوست کرده. فعالانه مشغوله در التزام قلبی عملی به ولایت، یعنی همین. با اینکه جغرافیا دوره ولی من چقدر نزدیکه به عظما. البته سوابق این مزدور بدنام ولایت خیلی مشعشعتر از این حرفاست که تو حالا بخشیشو گفتی. این یه بارم با بسیجی ها رفته بود توی چتروم که البته از اشتباه توی حجره، کلی علیه مجاهدین لجن پراکنی کرده بود. اون مرادش از این میگذره دیگه. و به هر طریقی که این سازمان خلعیت بشه، این به سود منافع ملیه به هر طریقی. نه، من شما میگین نابودیه این فرده به نفع ایران، ایرانه دیگه، درسته؟
درست. آره من نظر شما رو میدونستم، فکر من میدونستم که اینه و خودم قبل این شما صحبت کنیم گفتم آقای منظرتون بله. دیدی که داشت نشون میداد که بسیجی ها هم همزمان برایش تکبیر میگفتن و لبیک یا خامنه ای میگفتن و کامنت میدادن بهش. من به نظرم این موضوع تو همینجا بسشه، خودش رو با فوتیجاش با ولایت تنها بذاریم. فقط من این تجربه بگم، هر جا دیدی یکی مثل خروس نه، مثل سگ بی محل پاچه مجاهدینی گرفت، اصلا وارد بحث فلسفی باش نشو، بحث سیاسی بگو چقدر گرفتی، حق حساب چقدر گرفتی، این قانونه، اصلا وارد بحث و اینا باش نشو، اینم بذار با فوتیجاش تا بعدن مردم ایران بگن که بالاخره اونایی که به قاسم سلیمانی بد و بیرا گفتن ایرانی بودن یا تو ایرانی بودی. میگم بابک وقتی که زرشکیان داشت میرفت نیویورک خیلی خوشخوشان بود و همونجوری میرفت بالا، اینطور نی اینجوری نی و اینا، بعد تو عالم زوب در ولایت و هپروت منویات و عزما رفت و خبر نداشت که همین که بره خامنه ای به جای آش پشت پا خود پشت پا رو براش میکشه. کدوم آش پشت پا؟ این پشت پا. برای معظم انقلاب اسلامی در حکمی آقای دکتر محمد مخبر را به عنوان مشاور و دستیار رهبری منصوب و وظیفه ایشان را امتداد سیاست مدبرانه دولت شهید رئیسی برای شناسایی و بکارگیری نیروهای جوان و نخبه جهت کمک به دستگاه‌های مختلف تعیین کردند. میگم مگه قرار نبود خود پزشکیان راه رئیسی رو ادامه بده؟ این آقا والا سر چی بود براش گذاشت؟ عزما همینه دیگه، دون کورلوئنه اون شخصیت پدرخوانده بود، رئیس باندای مافیایی، شست پای عزما هم نمیشه. تا این پزشکیان یعنی زرشکیان رفت نیویورک برداشت مخبره کرد دستیار رهبری. حالا به این زرشکیان باید بگیم خب باز تو بیشتر ذوب شد در این رهبری و منویاتش. یکی از منویاتش همین بود که بالا سر تو آقا بالا سر گذاشت. راستی بابا این داستان انتصابات و استخدام ها و اینای پزشکیان چی شد؟ بله هنوز به مرحله انتصاب و استخدام مدیر نرسید، الان در مرحله استخدام کلماته. این جوجه بسیجی ها بهش پیله کردن که کلماتو خوب ادا کن، بلد نیستی حرف بزنی حرف نزن، کلماتو درست استخدام کن. تشکر از اغلب مواضع انقلابی رئیس جمهور محترم در سفر اخیرشون به امریکا، میخوام ازشون خواهش کنم که در انتخاب واژه‌ها و استخدام کلمات دقت بیشتری به خرج بدن. اینکه رئیس جمهور ایران مقتدر اسلامی از کلماتی استفاده کنن که پیام عرض میشه خدمتتون که ناخوشایندی رو به جبهه مقاومت مخابره کنه و جوری صحبت بشه که اینطور گفته بشه که حزب الله به تنهایی نمیتونه از خودش دفاع کنه. حالا این بهش تخفیف داده، اون آخوند قاسمیان که گفته اصلا تو که بلد نیستی حرف بزنی، کی گفته حرف بزنی؟ گیری‌هایی رو اخیراً داریم از جناب آقای رئیس جمهور می‌بینیم که نوبرش دیگه در نیویورک داره انجام میشه. من خطاب آقای پزشکیان عرض می‌کنم، آجان ما نمی‌دونیم اینا رو شما از سر سادگی دارید میگید یا از سر پیچیدگی، که بالاخره فرقی هم نمی‌کنه، بالاخره شما این فرمایشات رو دارید میگید. بارها هم گفتید من حرف زدن بلد نیستم. یه قاعده عقلایی وجود داره، اون کسی که حرف زدن بلد نیست عادتا نباید حرف بزنه. من اینو به شهادت آیات عرض میکنم خدمتتون، شما دارید موضع گیری هایی میکنید که دارید کشور و ملت رو به دره های انتخاب های سخت فرو میبرید. ملت پس از این باید وارد انتخاب های سخت و سنگین و خشن بشه به دلیل موضع‌گیری‌هایی که امثال شما دارید انجام می‌دید. این نکته. حالا این آخوند قاسمیان خودشو کنترل کرده جلوی دوربین، حرفش اینه بابا وقتی بلد نیستی حرف بزنی خفه خون بگیر. خب بریم سراغ کامنت یک جمله‌ای. گفتیم دیگه اون آبکشه جای کامنت نه دیگه اون گفتیم من برای چی آبکش آوردم که این انجام نشه؟ کامنت سه‌بعدی، کامنت یک جمله‌ای. ببین پزشکیان از نیویورک که به ایران برگشته 1100 لوح تاریخی متعلق به دوران هخامنشی و داریوش اول رو از آمریکا با خودش آورده ایران. حالا
من نمیدونم چه عد و اطواریه که هر دفعه رئیس جمهورای رژیم میرن نیویورک یه سری از این لوح‌ها بار اینا میکنن میارن، اما من به عنوان یک ایرانی میگم اگه این الواح رو تحویل دزدای سومالیایی میدادی، دزدای دریایی سومالیایی، جاش امتر بود. باور کنی یه ماه دیگه این الواح تو بازار دبی خرید و فروش میشه، این خط و این نشون. از همه شما بینندگان عزیز به خاطر همراهیتون با این برنامه سپاسگزاریم و تا دیداری دیگه و کامنتی دیگه با شما خداحافظی میکنم. لبتون خندون و دلتون خرم.